الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. هر جا که هستید براتون آرزوی خیر و خوشی و سعادت میکنم و ایامتون به خیر و برکت باشد و روزیتون فراوان باشه، غم و غصه هاتون کمتر از همیشه. و اما میرم سراغ سوالای شما عزیزان از راه ارتباطی که همیشه براتون در اختیار شما قرار گرفته و یادآور شدم از طریق واتساپ پیام های نوشتاری و صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید و از ارتباط گرفتن مستقیم با واتساپ لطفاً خودداری کنید، چون نمیتونیم جواب بدیم و وقت شما به هدر میره و نتیجه ای هم از اون نخواهیم گرفت. میرم سراغ سوال هایی از شما عزیزان که قبلتر رسیده و سوال اولی که رسیده اینه که روز گرفتن روز عاشورا چه حکمی دارد؟ روز گرفتن عاشورا سنت هست، مستحب به پیامبر اکرم علیه السلام. خودشون روز عاشورا رو روزه گرفتند و همچنین توصیه کردند به گرفتن روز عاشورا و روز تاسوعا، یعنی نهم و دهم محرم. و اما دلیل بر این، در بعضی از روایات، یک دست روایات این هست که میفرماید که پیامبر وقتی که دید در اهل مدینه، وقتی که هجرت کردن دیدن اهل مدینه یعنی یهود دارن روزه میگیرن روز عاشورا، رو سوال کردن که این چه روزیه و گفت این روزی است که خداوند موسی را از دست فرعون نجات داده و فرعون غرق شده و به مناسبت این روز اونا شکرانه این نعمت روزه می گرفتند و به شکر و پاس این نعمتی که خداوند بهشون داده اون روز رو روزه می گرفتند. قطعا از آیین موسی بوده علیه السلام و لذا پیامبر گفت که ما به اولاتریم به موسی از شما و لذا پیامبر روزه گرفت، گفت که اگر سال بعد هم زنده بودم روز تاسوعا رو هم روزه خواهم گرفت. و در روایتی هم اومده که روزه روز عاشورا کفاره گناهان سال گذشته خواهد بود و روزی روز عاشورا ارتباطی ندارد با حادثه کربلا و اون واقعی که در کربلا رخ داد و حضرت امام حسین و تعداد زیادی از یارانشون شهید شدند. و همه مسلمانان هم این روز رو، یعنی صحابه و تابعین و بقیه، این روز رو روزه می گرفتند، اونایی که میخواستن که اجر و ثوابی رو کسب کنند و همچنین روز تاسوعا رو. لذا گرفتن روزه روز عاشورا سنت هست و این ارتباطی با حادثه کربلا یا واقعه کربلا هم نداره. این به نشانه شکره، نه به نشانه عزا، که امروزها در ایران و در بعضی از کشورهای شیعه هستن عزاداری میکنن و اون هم به شکلی که شما همتون مشاهده میکنید که چقدر مخالفات شدیدی داره در این روز. به مناسبت این سوال یک چیزی که توصیاتی که امام حسین علیه السلام در کربلا به خواهرشون زینب گفتند، که به زینب گفت که پدر و مادرم از من بهتر بودند و برادرم حسن از من بهتر بود، با این وجود آنها از دنیا رفتند. یعنی اونها از دنیا رفتند، پیامبر از دنیا رفت، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، بقیه صحابه و تابعینی که بودند، فرمود که همه اینا از دنیا رفتند و از من بهتر بودند. بعد پیش از آن وفات رسول الله علیه السلام برای همه خیلی سخت بود. اینا رو یادآوری میکنه به خواهرش. بعد به خواهرش میگه خواهرم، تو را به الله سوگند میدهم که در مصیبت من گریبان خود را چاک نزنید، یعنی لباساتون رو پاره نکنید و صورت خود را نخراشید و پس از شهادتم فریاد و شیون و زاری بلند نکنید، این صدا بلند نکنید به شیون و زاری. و این را که نقل میکنم، از رو میخونم، از کتب اهل تشیع هست، کتاب الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 94. و کلینی هم این رو آورده در کتاب الکافی که میگه امام حسین علیه السلام در مورد عزا فرمودند رفتار معروف در عزا این است که مسلمان گریبانش را پاره نمی کند، بر صورتش نمی زند، فریاد وای وای سر نمی دهد و لباس سیاه
نمی پوشد. این هم در کافی اومده مجلد پنجم صفحه 527. اینا رو میگم برای کسانی که اهل تشیع هستند بدونن که این چیزها نزد اهل سنت که به روایت قاطع هست عزاداری وجود نداره. بعد از تا سه روز مردم میتونن عزادار باشن. عزادارم نه به این معنی که امروز اینا دارن انجام میدن، یعنی همونطوری که یک فرد عادی فوت میکنه سه روز مردم میرن تعزیه میگن، تسلیت میگن و دلداری میدن خانوادهشون، سه روزه. بعد از اون دیگه عزایی وجود نداره. اهل بیت هیچ وقت بعد از شهادت حضرت حسین عزاداری نکرده اند. این رسم و عادتی است که کوفی ها به وجود آورد بعد اینکه خیانت کردند به امام حسین و ایشون رو دعوت کردن، کشوندن به صحرای کربلا، بعد هم رهاشون کردن، به خودشون واگذاشتن که انه هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد وقتی که دیدن مردم تمام عرب اونا رو سرزنش کردن به خاطر این کارشون و شماتتشون کردن و سرزنششون کردن به خاطر اینکه صدای مردم رو کم کنن و دیگه کسی اعتراض نکنه، اسم خودشون رو گذاشتن توابین و این یک دروغ بزرگ بود. اونا هیچ وقت از این کارشون توبه نکردن، بلکه فقط برای این بود که مردم رو ساکت کنن و شروع کردن به خودزنی به خاطر اینکه بگن که ما پشیمونیم از اینکه امام حسین رو دعوت کردیم، آوردیم شهره کربلا، اونجا هم رهاش کردیم، که اینطوری به این شیوه با یارانی که همراهش بودن، خانوادهش که همراهش بودن، به بدترین شیوه به شهادت برسند. و این رسم یاسایی بود که اونها ایجاد کردن و بعد اون هم ادامه دادن. ادهی نونشون توی این قضیه هست و میبینید که چقدر سود میخورند روزخونها، آخوندها و غیر از این که سود مالیشون، سودهای دیگری هم داره براشون از جهت اجتماعی، از جهت اینکه تا همیشه این دشمنی رو و این عداوت رو و این تفرقه رو بین اهل سنت و بقیه مسلمانانی که اهل تشیع میدانن خودشون رو ایجاد کنن و ادامه بدن. و همونطوری که خمینی گفت که ما هرچی داریم از کربلا داریم، معنیش اینه که اگه تا حالا زنده ایم به خاطر همین عزاداری ها و همین روزخانی ها و دروغ بافی ها و ایجاد دشمنی کردن و داستان سرایی کردن و دروغ بافتن در این بابت هست که باعث شده که اونا بمونن. وگرنه مردم مسلمان اهل تشیع هم وقتی که میدونن که این حادثه در تاریخ بود، هیچ کسی هم از این حادثه خرسند نبود غیر از اونهایی که در رأس حکومت بودن، مثل عبدالله بن ابی بن زیاد که سودش در این بود و مصلحتشون در این بود و تعدادی که همراه اون بودن و یزید و بقیه. و اما عامه مسلمانان شما هیچ کتاب اهل سنتی نمیبینید در طول تاریخ، نمیبینید که این حادثه رو این کار نکرده باشه، یعنی این حادثه رو به عنوان یک حادثه بسیار شنیع و بد و ظلم و ستم بر علیش نگفته باشه. کتاب های فراوان، روایت های فراوان نوشته شده، ولی اونایی که نونشون توی این عزاداری ها هست این رو به این شیوه در آوردن که امروز وجود داره. وگرنه هم در روایات اهل سنت هم در روایات خود شیعه این عزاداری ها همش جزء بدعت ها و منکرات و مخالفات شرعی به حساب میاد. خب میرم سراغ سوال دوم بیننده عزیزی که سوال کردند. سوال بیننده این هست که میگه با عرض سلام و خسته نباشید خدمت برادرهای گرامی، ببخشید یه سوال داشتم ازتون. بله، سوال این بیننده این هست که میگه معاشرت از پشت، یعنی در واقع معاشرت جنسی که مخالف زن و شوهر، اگر ارتباط مقعدی یعنی مرد با زنش از راه مقعد ارتباط برقرار کنه، رابطه جنسی برقرار کنه، لواط هست و حرامه و گناه کبیره هست. اگه سوال ایشون این هست، چون تفصیلاتی نوشتن که نیاز به ذکرش نیست، و سوال این هست، این حرامه،
این ارتباط حرامه و گناه کبیره هست و به هیچ وجه حق ندارید این کار را انجام بدید. اگه این کار اتفاق بیفته، هم زن مرتکب گناه هست، هم مرد مرتکب گناه، و هر دو مورد لعن قرار می گیرن. ولی اگر زن در مقابل شوهرش در این موضوع بیستد، حتما درست این هست و لازمه که این ممانعت ایجاد بشه، یعنی زن جلوی این رابطه رو بگیره و اجازه نده به همسرش که چنین ارتباطی رو باش برقرار کنه. حالا کسی سوال میکنه اگر هر دو راضی باشن، هر دوم راضی باشن گناه کبیره است، هیچ فرقی نمیکنه، رضایت مطرح نیست در اینجا. اگه بنده توصیه میکنم به یک زن که اجازه نده همسرش از این راه باش ارتباط جنسی بگیره، به این معنی که نباید اجازه بدی، یک اهانت، یک چیزی که هیچ فایده ای برای زن نداره، بلکه آزار و اذیت هست، ایشون رو دچار آسیب های جدی خواهد کرد و از نظر شرعی هم اگر اجازه بده گناه بسیار بزرگیه. اگر هم اجازه نده باز گناه مرد دو برابره، و اگر به اجبار یا اگر به خلاصه زور این کار رو انجام بده، یک نوع تجاوز هست و هم گناه کبیره هست، هم تجاوز هست و هم آثار بسیار زیانباری را برای هر دو طرفشون داره، مخصوصا برای زن. بله، سوال بیننده دیگری رو میگیریم. بیننده عزیزی گفتند که لطفا با واتساپ تماس نگیرید، عزیزم با واتساپ تماس نگیرید، و عرض کردم خدمتتون که ببخشید. این بیننده عزیزی که سلام استاد، در کشورهای غیر اسلامی که کسی هست باید در جایی که کار میکند یا در محیطی که هست دعوت دین باید بکند، واجب هست براش یا نه؟ ببینید، دعوت دین کردن اولا قبل از هر چیز، شما ما همه باید به رفتارمون، به گفتارمون، به عمل کردمون الگوی خوبی باشیم که دیگران جذب دین ما بشوند، نه اینکه به زبان حرفی بزنیم و به عمل چیز دیگری. هر چقدر ما، اولین کار اینه که به الگو انسان خودشونشون بده، بعدم هر کسی در حد توانش اینقدر که میتونه، بله لازمه به دیگران بگی، کسی سوال کرد بهش بگی، کسی هم سوال نکرد باید به روشی که بتونی مقبول باشه برات، بدون اینکه مزاحمت ایجاد کنی، بدون اینکه برات مزاحمت ایجاد بشه، بتونی دعوت و دینت رو معرفی کنی. من مسلمانم، اسلامم این هست. اولا خودتون باید از اسلام بدونید، دوما درست به اسلام عمل کنید، سوما دیگران را هم درست آگاه کنید. شیخ محمد غزالی رحمت الله علیه میگه ما سه بار به اسلام ظلم کردیم، یک بار اسلام رو درست نفهمیدیم، یک بار درست عمل نکردیم، یک بار هم این است که درست به دیگران نرساندیم. تنها این نیست که شما برسونی بگی بیا مسلمان بشو، این کافی نیست، بلکه خودت اول باید اسلام رو درست بشناسی و بفهمی، سپس اونی که درست شناختی و فهمیدی درست به اون عمل کنی، و سپس دیگران رو هم به درستی دعوت کنی به دین. اگه انسان به این شیوه عمل کنه و دعوت کنه، بله حتما، و هر کسی هم به اندازه علم و دانشی که داره واجباتش مشخص میشه. شما واجبتون نسبت به دیگرانی که آگاهشون کنی، نسبت به خانوادت، نسبت به دوستات، نسبت به همکارات. این خاص تنها این نیست که شما برید غیر مسلمان رو دعوت کنی به دین اسلام، ولی خودت با رابطت با خانوادت، با اعضای خانواده و دوستات، با پدر و مادرت رابطت خوب نباشه، و یا اینکه اطرافت، خانوادت از دین ناآگاه باشن، اما برید دیگری رو دعوت کنی به اینکه بیاد به دین اسلام دعوتش کنی. پس اول باید از جایی شروع کنی که پیامبر شروع کرد و خداوند دستور داد به ایشون که شروع کنید، اونجایی که خداوند فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، این عموم هست، خودتون و خانوادتون رو از آتش نجات دهید. یا در زمانی که در مکه بودن رسول الله علیه الصلاه و السلام، خداوند دستور داد و انذر عشیرتک الاقربین،
و سپس اهم فل اهم هست. شما اول خانواده خودتو، نزدیکانت، سپس افراد دورتر رو دعوت میکنی و افرادی که دوستت هستن، سپس افرادی که بیگانه تر هستن. ولی در هر جا که هستید یک الگوی خوب باشید. میرم سراغ سوال دیگری. بیننده عزیز سوال میکنن، میگن که با سلام، میگه آیا سوالای زیادی رو فرستادن؟ خب یکی از سوالای آخرین سوالاشو میخونه، میگه آیا علی علیه السلام در زمان خلافت اشتباه نکرد؟ اولین اشتباه علی پایتخت خود را از کوفه در کوفه قرار داد. دومین اشتباه اموال بیت المال رو مساوی تقسیم کرد. سومین اشتباه بستگان خودش رو پست و مقام داد. پست و مقام داد. چهارمین اشتباه جنگ با معاویه. پنجمین اشتباه خون خواهان ابوبکر رو نتوانست آرام کند. عثمان را منظور ایشونه. عمر سیاستمدار بزرگی بود. ایشون بعد خودش امضا میزنه پایین، میگه شیعه هدایت یافته. ببینید حضرت علی و بقیه خلفای راشدین اولا معصوم نبودن، ولی خب هر کسی هم خداوند یک توانایی بهش داده. هر کدوم از این شخصیت ها خلفای راشدین هستند، از جمله اشعره مبشره هستند، از جمله نزدیکترین یاران پیامبر بودند و در راه دین خدا هم جان فشانی های زیادی کردند، از جمله حضرت علی. ولی در خلافت زمان و شرایط زمانی حضرت علی هم فرق می کرد با شرایط زمانی که در زمان حضرت ابوبکر بود یا حضرت عمر بود یا حضرت عثمان بود، تفاوت می کرد. ولی خب در زمانی که خلافت حضرت علی 5 سال که خلافت بود، این 5 سال و اندی همش جنگ داخلی بود، همش برادر کشی بود. در اون مدت جنگ بین مسلمانان بود، تفاوتی نمی کنه یا در جنگ جمل یا در جنگ صفین یا در جنگ نهاوند یا در جنگ، همه جنگ هایی که صورت گرفته بود بین مسلمانان بود با هم دیگه از این جهت. و اما شاید یکی از اجتهادات حضرت علی که بیشتر موجب خیلی از حوادث بعدی شد اینه که اعتماد زیادی که به اهل کوفه کردند و اینکه پایتخت رو یا مقر خلافه رو از مدینه بردند به جایی که مردمان آزمایش شده بودند و فتنه های زیادی به از اونجا برخواسته بود. بعد مطیع حضرت علی نبودند به تمام معنا و در خطبه های زیادی از ایشون اومده که ایشون شکوه داره از اینها که اطاعت نمی کردن. حضرت علی چیزی می گفتن و کار دیگه ای می کردن، ولی خب این عمومیت نداره، نمی تونیم بگیم همه اینطوری بودن. نه، تعدادی بودن مخلص و در اطراف حضرت علی، ولی تعداد زیادیشون اطاعت نمی کردن و اونها خیلی قدرتمند بودن در داخل سپاهیان حضرت علی و در داخل لشکری که حضرت علی داشت یا اطرافیان حضرت علی بودند. از همین ها بودند که خوارج درست شد، که جنگ نهاوند بر علیه همین ها صورت گرفت. و لذا میبینیم که اونا همون ها هم سبب بودند و نتیجه تن حضرت علی رو به شهادت رسوندن و اینها ابتداعا یاران حضرت علی بودند. ولی از همون یارانی بودند که بسیار کج فهم، از همونایی بودند که در شهادت حضرت عثمان نقش داشتن، دست داشتن، حضور داشتن، و اما حضرت علی اونها رو پاکسازی نکرد و اونها رو حکم شرعی که باید در حد اونها اجرا می شد که خلیفه رو به شهادت رسونده بودند باید قصاص می شدن، که اونها رو اقدامی بر علیشون نکرد. و خب در کتب تاریخی اومده منتظر فرصت بوده، وگرنه خودش هم می دونسته که اینها مجرمن و باید حتماً قصاص بشن. این کارو نکردن و اونها رو در ضمن سپاه خودشون نگه داشتن. به تعدادی اعتماد کردن که حل محل اعتماد نبودن. و یکی از شاید یکی از روش های حضرت علی در انتخاب فرمانداراش، در انتخاب افرادی که انتخاب میکرد،
یک چیز رو مد نظر داشت، یکی اینکه از روی صلاحیت بعضی پدرشون خوب بود، از روی صلاحیت پدرشون یک فرزندشون انتخاب میکرد به عنوان اینکه آدم خوبی، همونطوری که در بعضی از اقوال از علی بن ابی طالب روایت میکنن که فرمود غرنی فیک صلاح و ابیک، میگه منو فریب داد اینکه صلاح و تقوای پدرت منو فریب داد، به یکی از فرمانده‌هاش میگه. و لذا این یکی از روش‌هایی بود که ایشون به کار می‌برد. یا در زمان ایشون تعداد زیادی از مسئولین و فرمانداران از قوم و خویش‌های خود حضرت علی بودند، در حالی که در خلافت حضرت عمر یک نفر هم نبود از این بابت، هیچ مسئولیتی به هیچ کدوم از خویشاوندهای خودش نداد و اساس انتخابش هم بر اساس توانمندی و صلاح بودی که از اقوال مهمی که وجود داره از ایشون نقل شده. میگه بین اینکه انسان یک انسان با تقوا رو انتخاب کنه با یک انسانی که یک انسان با تقوای بدون تجربه و بدون دانش، با یک انسانی که فاسق هست ولی دانش و تواناییشو داره، میگفت که اونی که تقوا داره تقواش برای خودشه، ولی اینی که فاسق گناهش برای خودشه توانمندیش برای ماست. و توانمندی های اون رو در نظر می گرفت و مسئولیت به افرادی که میداد، زیرا در زمان خلافت ایشون هم هیچ کسی جرأت نمی کرد که خلاف امرش رو بکنه. یعنی اگر در دورترین مکان یک کسی خلاف عمل می کرد حتما اون رو تنبیه می کرد به خاطر اینکه عمل خلاف عمل کرده. و این گونه بود که کسی جرأت نمی کرد در زمان خلافت حضرت عمر کاری کنه که اون کار مخالف باشه با سیاست‌های عمومی خلافت و یا مخالفت شرعی، مخصوصاً حقوق دیگران، مخصوصاً پایمال شدن حقوق دیگران یکی از مسائلی بود که در زمان خلافت حضرت عمر بسیار حساس بود نسبت به اینکه به کسی ظلم بشه. اون قول معروف و مشهوری از حضرت عمر هست که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. این رو به کی میگه؟ به پسر عمرو بن عاص میگه، زمانی که والی و خلیفه مصر است، وقتی که خبر بهش میرسه که پسر ایشون رفته یک شلاق زده به یک جوان یهودی به خاطر اینکه در مسابقه ازش برنده شده و بهش زده و گفته چطوری از من میبری و من فرزند فلان و فلان هستم، و اونجا بود که اومد به اون یهودی گفت بگیر شلاق رو ایشون رو بزن. و سپس این قول معروف و مشهور هست که باید به آب طلا نوشت که از چه هنگام است که شما مردم رو برده گرفتید در حالی که مادرانشون اونها رو آزاد زاییده اند. و از این دست بسیار معروف و مشهور هست و لذا نیازی به این نیست که من در این باب بسیار صحبت بکنم، ولی به هر حال این خلافت از حکم هست و توانمندی آدم ها متفاوته. در یه جای حضرت علی قوی عمل میکنه، در یه جای حضرت عمر قوی عمل میکنه. ما در نظر ما اهل سنت همشون برای ما عزیز هستن، همشون محل احترام ما هستن، همشون اقوالشون مادامی که موافق قرآن و سنت باشه اقوالشون رو روی دیده میگذاریم، ولذا تفاضل بین اینها رو زیاد بهش نخواهیم پرداخت. گرچه شکی در این نیست که خلافت حضرت عمر و سیاست مدار بودن ایشون و قوی بودن ایشون در اداره حکم کسی نمیتونه این رو اغماز کنه و انکار کنه. ایشون میگه، شیعان میگویند که علی اشتباه نداشته و خلفا اشتباه کردند. ببینید این حرف که حضرت علی اشتباه نداشته حرف بسیار بیمعنیه، حرف بسیار بیمعنیه. فقط اهل سنت به خاطر نمیرن خودشون خوض نمیکنن در اینکه بخوان نقد کنند، به خاطر اینکه موضوع رو میخوان تموم بشه و جای این نباشه کسی بشین اینا رو نقد کنه، وگرنه جای نقد خیلی زیاده. اما اینکه شیعیان این رو میگن، شما اگر گوش به حرف آخوندا بدید، اونا میگن علی خالق زمین و آسمانه، اونا میگن علی هست که دنیا رو اداره میکنه، اصلا میگن خدا دنیا رو به خاطر علی آفریده، میگن که علی همه جنگلا رو تبدیل به سرباز کرد، علی نمیدونم با یک انگشتش کعبه رو بلند کرد، فلان کرد. اینا همه دروغایی که میبافن و غلوف کردن در شخصیت حضرت علی و بقیه اهل بیت برای اینا خیلی آسون هست، چون چیز دیگری وجود نداره و نمیتونن بپذیرن. این همه غلوف هم میکنن، خب اگر چنین هست باید
آیات زیادی درباره حضرت علی می بود و صراحتا چیزایی می فرمود. و لذا بحث این خیلی فراوان هست و شکی در این نیست که کارنامه سیاسی و اسلام حضرت عمر بسیار درخشان هست، همچنین کارنامه اسلام و ایمان و حضور حضرت علی در جنگ های مختلف و اینکه وزیر حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت ابوبکر بود در زمان خلافتشون و اینکه وجودش در جامعه همیشه مهم بوده و نقش بسیار اساسی داشته. ولی خب در زمان ایشون شرایط عوض شد، گروه های مختلف به وجود اومدن و خیلی هم قانع نبودن به خلافت حضرت علی به دلایل مختلف، حالا صحیح یا ناصحیح، به هر حال زمان ایشون زمان بسیار پرآشوبی بود. میریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. بیننده میگن سلام استاد، ببخشید اگه خانم تو دوران بارداری بره پیش دکتر مرد که سونوگرافی شکم انجام بدهد اشکال ندارد یا جایز نیست؟ اصل این هست که پیش دکتر زن بروند، این مسائل زنانه رو باید حتما پیش دکتر زن بروند، ولی اگه جایی قرار گرفتید که دکتر زن وجود نداره، شما جایی مثلا جایی هستی که دکتر خانم وجود نداره یا توانش رو ندارید برید پیش دکتر خانم، به هر حال امکان رفتن پیش دکتر خانم اگه وجود نداشته باشه اجازه هست برید پیش دکتر آقا. این مسائلیه که دیگه جزء ضروریاته، الضرورات و توبیح المحظورات، ضرورت ها هم بعضی از ممنوع و حرام ها رو جایز میکنه برای رفع اون مشکل، برای رفع اون ضرورت، فقط به اندازه ضرورت جایز هست، وگرنه اصل این هست که حتما به دکتر خانم مراجعه کنند. بیننده عزیز دیگری گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد محترم، ببخشید یک سوال داشتم، یک لحظه ما بله بعضی سوال ها در شبکه نمیشه جواب داد. سلام استاد عزیز، وقت شما بخیر، خسته نباشید. استاد این سوال، تو خانه آپارتمان یک موقع که اگر آب قطع میشه مثلا حضور گرفتن و چیکار کنم؟ یعنی تیمم درسته؟ یعنی که غسل واجب میشه؟ سوال دوم این که مثلا بعضی ها نمیدونن این فتوا میدن مثلا اینجوری نماز نخون یا اینجا نماز نخون یا اینجوری این کار نکن یا مثلا پس برای واجب شده شما تسبیح چه دست این حکمش چیه؟ حتی شاید خودشم نمیدونم اینطوری فتوا بده. اما سوال ایشون دو بخش داره، یک بخش سوالشون اینه که کسانی که فتوا میدن بدون اینکه همینطوری از خودشون میگن، فتوا دادن بدون علم گناه بسیار بزرگیه. ببینید وقتی کسی داره بگه این حلال این حرامه، این جایزه این ناجایزه، اگر از روی علم و دانش نباشه گناه بسیار بزرگیه. فتوا دادن یعنی همونطوری که امام ابن القیم میگه در اون در کتابی داره به اسم اعلام الموقعین ان توقیع رب العالمین، در مورد فتوا میگه فتوا دادن در واقع امضا کردن از طرف خداست، یعنی شما به جای حلال و حرام کار خداوند فقط، و کسانی جایزه که این کار رو بکنن که علم و دانشش رو دارن، میدونند که در شرع کجا فرموده این حلال و کجا فرموده این حرام، دلیل براش دارن از قرآن و از سنت و از اجماع و از بقیه مسائل دیگه. لذا اون کسی که داره حرفی رو میزنه که دانشش رو نداره یا همینطوری شنیده کوچه بازاری یا از خودش یه چیزی رو در میاره، مثلا فکر میکنه یه چیزی بده بعد میگه نه این حرامه، چون خودش فکر میکنه بده میگه حرامه، نه حق نداری شما چیزی رو که نمیدونی نباید بگی. همین که شما فکر میکنی بده دلیل این نیست که حتما در شرع هم حرامه یا در شرع هم جایزه چیزی رو فکر میکنی خوبه. شما میتونی بگی به نظر من این خوبه، شاید حلال باشه، این اشکال نداره، شاید حرام باشه، این بده. باید برید از کسی بپرسید. خدا اندم فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
هر کسی که بدون علم فتوا بده، بدون دانش حلالی رو حرام کنه و حرامی رو حلال کنه، مرتکب خطرناکترین گناهان شده است. و خداوند در قرآن کریم فرموده است که در مورد یهود و نصارا فرموده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، گفت که احبار و رهبانشون رو، احبار علمای یهود، رهبان علمای مسیحی، گفت که خدا قرار دادن. یکی از مسلمان اصحاب پیامبر که مسلمان شده بود، یهودی بود مسلمان شده بود، گفت که یا رسول الله ما اونا را ارباب قرار نمیدیم، رب قرار ندادیم، خدا قرار ندادیم اونا رو. رسول الله علیه السلام فرمودند که مگه این نیست که اونها برای شما چیز رو حلال میکنن و چیز رو حرام میکنن؟ گفت بله همینطوره. گفت خب همینه، تشریع میکنن حلال و حرام، یعنی خودتو جای خدا قرار دادی. اگه کسی بخواد حکم شرعی رو بگه، باید علم و دانش رو داشته باشه، یعنی بدونه که خداوند فرموده یا پیامبر فرموده یا اجماعی برش هست. اگه اینها رو بدونه، جایزه که این حرف رو بگی که این حلاله یا حرام. ولی وقتی دانش رو نداری، گناه بسیار بزرگیه و قرارم نیست هر چیزی از هر کسی شنیدی بگی. پیامبر فرمود علیه السلام کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، میگه کافیه که برای انسان یک دروغ نوشته بشه به مجرد اینکه هر چی رو شنید نقل کنه. حالا یه جایی شنیده گفتن حلاله، اینم میگه حلاله. خب از کی شنیدی؟ از یه جایی که اونام عالم نبودن. اگه از یه عالم شنیدی، بگو از عالمی شنیدم گفت که حلاله، از فلان فلانی شنیدم. ولی نمیتونی همینطوری بگی حلاله، شما میتونی نقل قول کنی بگی از فلانی شنیدم. این در بخش اول یا بخش دوم صحبتش بود. بخش اولش میگه اگه در آپارتمان بودیم و آب نبود. ببینید خارج آپارتمان آب هست. اگه خارج آپارتمان آب نبود، دستیابی به آب برای شما ممکن نبود، اون وقت جایز تیمم کنید. ولی وقتی که در بقالی زیر آپارتمانتون یا چند متر اون طرف تر میتونید آب تهیه کنید برای وضو، یه بطری آب بخرید وضو بگیرید، دو بطری آب بخرید غسل کنید. در نتیجه ابتدا باید به دنبال آب بگردید. همسایه بغلیتون آب داره، برید یک سطل آب ازشون بگیرید. میتونید این کار رو بکنید. لذا تا زمانی که امکان دستیابی به آب وجود داره، تیمم جایز نیست. ولی اگه امکان دستیابی به آب نبود، اون وقت میتونید تیمم کنید و نمازتون رو بخونید. مثال عرض میکنه، آپارتمانتون آب نداره، وقت نماز صبح نمیتونی کسی رو هم بیدار کنی، دسترسی به آب هم نداری، بله در اون شرایط میتونی تیمم کنی. اگه غسل برات هست تیمم کن و نماز تو بخون. اگه قبل از طلوع آفتاب دست پیدا کردی به آب، نماز تو دوباره تکرار میکنی چون هنوز وقتش هست. اگر نه دیگه نماز درسته تا بعدن که آب دستیابی به آب پیدا کردید و غسل کردید و نمازتون رو میخونید، ایراد و اشکالی درش نیست. بیننده عزیزی میگه سلام، اگر شیعی به مذهب تسنن مشرف شد در نماز میشه با دست باز نماز بخونه؟ ببینید بستن دست سنته، ترک سنت نماز رو باطل نمی کنه. دست بسته بعضی از فقها گفتن هیئات نمازه، در نتیجه درجهش هم از سنت کمی کمتر هست، مستحب است ولی خب جزو هیئات آوردن. لذا میتونید که دست باز نماز بخونید ولی مهر نذارید، نمازاتون رو درست بخونید، ارکان و واجباتش رو درست انجام بدید و میتونید نماز بخونید. و لذا دست بسته جزو واجبات، جزو ارکان، جزو فرضها نیست، جزو مستحبات نماز هست. بیننده عزیز دیگری میگن سلام آقای زهرابی، کسانی که از یهودها و مسیحا که دین اسلام بهشون رسیده ولی قبول نکردن، آیا جهنمی هستن؟ ببینید هر کسی که دین اسلام به درستی بهش رسید، دین اسلام به درستی بهش رسید، دین اسلام دین همه پیامبرانه، دین حضرت عیسی، دین حضرت موسی، دین ابراهیم، دین همه ادیان، همه پیامبران دینشون اسلام بوده ولی شریعتشون فرق میکرده.
دین همون دین اسلامه، شریعت متفاوت. هر پیامبریم که اومده دیگه پیامبر قبل اگر در همون جا و همون مکان بوده دین اون رو نسخ کرده، باید به پیامبر بعدی ایمان بیارید. و پیامبر محمد علیه الصلاه و السلام برای همه عالم هست، لذا باید اسلام رو بپذیرند. اگه نپذیرند اسلام بهشون رسید به درستی، به درستی که عرض میکنم نه مثل امروز که یک کسی اسلام رو میشناسه، بهش گفتن اسلام وجود داره ولی کدوم اسلام رو بهش معرفی کردن؟ اسلامی که به نظر اونها تروریست است، اسلامی رو بهش معرفی کردن که خلاصه خشونتگرا، اسلامی که هیچی از انسانیت نفهمیده، اسلامی که یه چیزی رو بهش معرفی کردن که هیچ کس اون رو قبول نمیکنه. اگه چیزی از همینی که به اونها معرفی کردن اگه به شما معرفی کنن قبول ندارید، لذا این قبول نیست. باید اسلام رو به درستی بهش برسونید، طرف اسلام رو بفهمه، واقعا بفهمه که این دین دین آسمانیه، نه اینکه فقط بهش بگی اسلام هست. همین که بگی اسلام هست کافی نیست برای اتمام حجت، باید برای اتمام حجت بشه. باید اسلام رو بشناسه، بدون اسلام وجود داره، پیامبری اومده دین رو رسونده و این دین این گونه هست. اگه اسلام بهش رسید به درستی و قبول نکرد، اون وقت جزو کفار به حساب میاد و خداوند در قرآن کریم فرمود ان الذين كفروا من اهل الكتاب، كفروا من اهل الكتاب، یعنی اهل کتاب بودن ولی کفر ورزیدن به اسلام، به نبوت محمد علیه الصلاة والسلام. بله، این بیننده عزیز گفتن که خصوصی جواب بدید، لذا این رو در بعد از برنامه من جواب میدم. ایشون میگه روح، سوال کرده میگه روح افرادی که در کما هستند در کجا هست؟ تا زمانی که روح از بدن جدا نشده، روح در خود بدن هست. تا زمانی که زنده هست روح در بدنش، ولی وقتی که روح از وقتی که از این دنیا رفت، اون وقت روح از بدنش جدا میشه و در عالم برزخ قرار میگیره، در عالم برزخ هست. و اما اگر اون رو تشبیه به خواب کنیم و مثل خواب هست، ولی اینکه بگیم در عالم برزخ نه، تا زمانی که روح از بدن جدا نشود نمیتونیم بگیم در عالم برزخ. بعد جدا شدن از روح، خارج شدن روح از بدن، اون وقت در عالم برزخ خواهد بود. سلام سر بلند باشید. سال جهاد اختر نمیگیرم اما برای من افساری هست، ساد افساری رو من دو خوابم دیدم، اما برای من غذا مزا داده، تو ماشین سوار شدم. یعنی با چی مینگره این؟ مثلا اینه تو خوابم دیدم، یعنی اینه چی جوری هست، چی مشکل داره، چی میشه چی نمیشه، اینه برای من یک توضیح بکن ممنون میشم. تشکر. من قبلا هم توضیح دادم، شما بیننده عزیز شنیدید، قبلا عرض کردم تعبیر خواب نمی کنیم و این یه مسئله دیگه. این برنامه برنامه فقهی هست، اگر سوال فقهی دارید بپرسید لطفا، و این وقت رو بهتر بتونیم استفاده کنیم و جواب تعداد بیشتری از سوال بیننده عزیز رو بدیم. اما بیننده دیگری گفت سلام خدمت استاد بزرگ، دو سوال داشتم. یکی چرا حاجیان برای احرام بستن باید به مسجد مادر مؤمنان عایشه بروند؟ آیا رفتن به مسجد مذکور واجبه؟ ببینید، حاجیان اولا احرام در نیت، یعنی در واقع نیت حج کردن، احرام از میقات هست. میقات، میقات یعنی جایی که درش احرام میبندید. وقتی که شما بخواید حج کنید، حجتون از میقات خودتون هست، از میقات خودتون هست. یعنی میقاتتون کجا؟ شما اگه از طرف مدینه میرید، میقاتتون در ابیار علی هست. اگه از
جای دیگری میاد، از یمن میاد مثلا یلملم هست، اگه از عراق و از طرف اون شام میای ذات عرق هست، اگر از جهات دیگه، خلاصه 5 تا میقات مختلف وجود داره که از این مواقیت مرد احرام بسته میشه و از اون به بعد وارد حج شدی، اعمال حج. اما اینکه اگه در مکه بودی، احرام به حج بستن از همون جایی که هستی، احرام به حج میبندی، احرام به حج. اما اگه بخوای عمره کنی، اون وقتی که میری در منطقه به اسم تنعیم که مسجد ام المؤمنین عایشه اونجا هست و از اونجا احرام میبندی، و اون هم برمیگرده به زمانی که ام المؤمنین عایشه در حجی که انجام دادن همراه پیامبر علیه السلام در عادت ماهانه بودند و نتونستن که عمره رو انجام بدن، حج رو انجام دادن، عمره رو انجام نداده بودن. پیامبر بهشون گفت که برن از تنعیم احرام کنند و بیان عمرشون رو انجام بدن، و این شد که اونجا تبدیل شد به یک میقاتی برای کسانی که بخوان عمره رو انجام بدن، میرن اونجا میبندن. ولی حاجیانی که اومدن از اول، بار اول احرام بستن از مواقیت مختلفی که عرض کردم، بعد اومدن حج عمرشون رو کردن، بار دیگه میخوان احرام کنن به حج در روز هشتم یا روز ترویه یا روز صبح روز نهم میخوان احرام کنن به حج، از همون جایی که هستن، هتلشون یا خونه‌ای که گرفتن یا هتلی که هستن، از همونجا احرام میبندن. ولی برای عمره هست که میتونن در برن تنعیم برای عمره دیگری غیر از عمره حج. دو تا شما یه عمره دارید، عمره حج مثل حج تمتع که شما عمره میکنید، حج هم میکنید، از همون میقاتی که اومدید عمره بستید. ولی اگر وارد مکه شدید، اون وقت یعنی حجتون کردی عمره نکردید، میخوای یا عمره تعدد عمره داشته باشید، عمره های بیشتری انجام بدید، میرید از مسجد ام المؤمنین عایشه یا همون منطقه تنعیم احرام میبندید. سوال دومیشون میگه حکم زنگ زدن، رنگ زدن، رنگ زدن مو برای آقایان و خانم ها چیست؟ آیا رنگ سیاه حکمی جدا دارد؟ اما رنگ زدن مو توصیه بشه داره. رسول الله علیه السلام فرموده اسبغو، رنگ کنید موهاتون رو، و دستور داده به وقتی که پدر حضرت ابوبکر رو آوردن در فتح مکه، پدر حضرت ابوبکر رو آوردن خدمت پیامبر، پیامبر علیه السلام گفت که چرا زحمتش دادید، من می اومدم به دیدار ایشون، و سپس فرمود ایشون رو ببرید موهاش رو رنگ کنید. ایشون خیلی پیر بود، موهاش همه سفید بود، و پیامبر فرمود که ایشون رو ببرید و موهاش رو رنگ کنید، ولی رنگ سیاه نکنید. اما در مورد اینکه آیا ممنوع از رنگ سیاه کردن، یکی از مسائل اختلافی هست. برخی از فقها گفتن که رنگ سیاه جایز نیست، برخی هم گفتن که جایز و هیچ ایراد و اشکالی درش نیست. و دلیل اینکه جایز هم هست، تعداد زیادی از صحابه رنگ کردند و من این نبوده، همونطوری که روایت شده است از اینکه حضرت ابوبکر این کارو کرده، حضرت عمر رنگ کرده، حضرت عثمان رنگ کرده، صحابه خیلی از صحابه بودند که موهاشون رو رنگ کردن و رنگ سیاه کردن. رنگ یک گیاهی هست که حالا تو ایران فکر کنم بهش میگن وسمه، و توی کشورهای عربی میاد از یمن بهش میگن کتم، که رنگ سیاه میکنه. این رو پیامبر علیه السلام صحابه کردن در زمان پیامبر، و پیامبر من نکرده. و اون چیزی که در مورد حضرت پدر حضرت ابوبکر بوده، این اختصاص داره به ایشون، یا اینکه برای هر کسی که سنش بسیار بالا هست و اصلا رنگ سیاه به قیافش نمیاد، به شکلش نمیاد، لذا فرمود رنگ دیگری بکنید غیر از رنگ سیاه. یا ممنوعیت، اما همه علما به اتفاق میگن حرام است رنگ سیاه کردن برای کسی که بخواد دیگران رو فریب بده. فریب دادن در چه چیزی؟ در حقوقشون. کسی میخواد ازدواج کنه و موهاش رو رنگ میکنه، سیاه میکنه که بگه جوونه. کسی میخواد بره یک کاری رو بگیره، کار نیاز یعنی انرژی بیشتری داره مثلا، اگه موی سفیدیشون رو ببینن این کارو بهش نمیدن، چون موهاش سفیده و احتمال میدن نتونه این کارو انجام بده. ولی این میاد موهاش رو رنگ میکنه که فکر کنن جوونه و بتونه اون کارا رو انجام بده. حالا اگه برای این چیزها باشه، اگر در این روزگار دیگه شناسنامه وجود داره و تاریخ تولد وجود داره، این اعتبارش کمتره. ولی به هر حال
هر جا به خاطر فریب باشه جایز نیست مگر فریب دشمن. در جنگ با دشمن جایزه که موهاتون رو سیاه کنید. و در روایتی هم اومده که فرمود که بهترین رنگ که شما رنگ بکنید اینه که رنگ سیاه کنید. رنگ سیاه میگه هم دشمن رو میترسونه و هم این که برای زنانتون هم خوش آینده. این مجموعه روایتی، لذا تأکید بر این که کسی بگه رنگ سیاه حرامه جای تأمل داره و مسئله خلافی هست. برخی میگن جایزه، برخی میگن جایز نیست. به نظر بنده ایراد و اشکالی درش نیست و جایزه. سوال بیننده عزیز دیگری میگه سلام، خسته نباشید. سوال داشتم، پسرم 5 سالش بود، ماشین زد از دنیا رفت، من دیهشو گرفتم اما خرج بیمارستان مادرم و خانمم کردم. الان بعد 8 سال که پسرم از دست دادم تمام پول دیه خرج شد. الان همه فامیل آشنان میگن این پول دیه حرام است، به خاطر همین دادی بیمارستان. خدا خیرتون جان. حرف بسیار 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 بی مورد و غیر صحیحی زده اند. وقتی خداوند میفرماید دیه حلاله، هیچ کس حق نداره بگه حرامه. هر کسی بگه که دیه حرامه گناه بزرگی مرتکب شده. خداوند میفرماید حلاله، در نص صریح قرآن کریم هست و خداوند در قرآن کریم فرموده است اگر و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة او دية مسلمة الى اهله. هر کسی مؤمنی رو به قتل برسونه به اشتباه، به خطا، به اشتباه به قتل برسونه، یک باید یک برده رو آزاد کنه، اگه نتونست باید روزه بگیره و 2 ماه روزه میگیره و دیه که تسلیم بکنه به خانواده اون کسی که فوت کرده، کشته شده. لذا دیه‌ای که گرفتید حلال زلال شما بوده. و هر کسی بگه دیه حرام است گناه کبیر مرتکب شده و اگه بدون آگاهانه بر علیه قرآن بگه مسلمان نیست. آگاهانه بگه قرآن مثلا اشتباه است، دیه حرام، دیه حلال نیست. اگه کسی اینطوری بگه گناه که دیگه نیست، کفره. ولی اگه کسی ناآگاهانه همینطوری فکر کنه دیه حرام و دیه خوب نیست و دیه نمیدونم فلان هست و نه خیر، دیه حلاله، شرع حلال کرده این رو. و اما اگه خواستید ببخشید، خدا اون توصیه کرده که ببخشید. فرموده که اگر خانواده کسی که فوت کرده دیه رو عفو کردن، طرف رو بخشیدنش و دیه رو نگرفتن، گناهی نکردن، یعنی کار خوبی کردن که بخشیدن. ولی اگر هم دیه رو بگیرن حلالشون هست. اما اینکه خرج بیمارستان کردیم و خرج فلان کردیم، خب اگر این پول نبود از کجا خرج بیمارستان مادرتون و خانمتون میکردید؟ خب میرفتید قرض میگرفتید حتما. خداوند این پول دیه رو رسونده که شما بتونید خانمتون و مادرتون رو مداوا کنید و اون پول بکرد. قرار نیست پولی که به دست آوردی دیگه تا ابد این پول تو جیبت بمونه. ما همه همینطوریم، پولایی که به دست میاریم خرج میکنیم. شما همیشه همین تو همین کارو کردید، چه فرقی میکنه بین اینکه فرض کن ارث بهت رسیده، چیکارش میکنی؟ همشون نگه میداری؟ خب اگه تونستی و توانمندیشو داشتی به توی تجارتی انداختی، این خب رشد میکنه. اگه نتونستی گذاشتی خرج میکنی، همینطوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات آقای زهرابه. یک سوال دارم، خواهش دارم سوالم جواب دید. همین حدیث مرسل آیا قابل فتوا هست یا که نه؟ جوابش رو دید، خواهش میکنم. ببینید، در بحث این که احادیث اختلاف نظر هست، برخی از فقها به حدیث مرسل عمل میکنن و شرایطی رو میذارن برای حدیث مرسل که طبق اون شرایط بهش عمل میکنن. نزد هر کدوم از ائمه شرط متفاوتی داره. نزد امام شافعی شروطی برای عمل به حدیث مرسل گذاشته، نزد امام ابو حنیفه شروط دیگری برای اون گذاشته، ولی در نهایت طبق اون شروطی گذاشتن بله عمل بهش میشه. ولی تنها اینم نیست، شما
مگر در جایی فقط یک حدیث مرسل اومده باشه اون وقت فقط بگی به حدیث مرسل عمل کرده، ولی اگر شواهد دیگری وجود داشته باشه، اگر توابعی برای اون حدیث وجود داشته باشه و این رو تقویت کنه، در نتیجه قابل عمل هست و بله در عموم قابل عمل هست، و اما به اون شروطی که عرض کردم هر کدوم از ائمه براش شرط هایی گذاشتند. بیننده عزیزی سلام، خسته نباشید، میخواستم درباره وام های بانکی یک سوال بپرسم. آیا توی این شرایط امروزی که خرج مخارج سنگین هستن بدون وام گرفتن نمیشه یک کار ساده راه اندازی کرد؟ چیکار باید کرد؟ البته اینکه بدون وام نمیشه، این حرف خیلی حرف دقیقی نیست. خیلی هستن که بدون وام هم کارهاشون رو شروع کردن. بله، مردم نیاز دارن و شاید بعضی از کسب و کارها نیاز به این داشته باشه. ولی اگه شما به دنبال این باشید راهکاری براش پیدا کنید، حتما پیدا میشه. اما یه وام بانکی در این شرایط میگه در این شرایط برید. ببینید شما در ایران در نظام بانکی وام ها هر کدوم تعریف خاصی داره. نمیتونی، بندم نمیتونم توی برنامه بگم همه وام ها مثلا حلالن یا همه وام ها حرامن. شما باید برید اون بانک و ببینید شرایط اون چی هست. گاهن بعضی از ضوابط قوانین بانکی اگه به درستی بهش عمل بشه دچار ربا نمیشید. برخی دیگه نه، 100% ربوی و نمیتونید روش حساب کنید. لذا شما باید هر حسابی رو دقیقا بگید، یعنی مثلا این وام رو من میارم به این اسمش هست، توی قرارداد اینجوری هست، پرداختش اینطوریه، و همه شرایط رو وقتی که بگید اون وقت بنده میتونم بهت بگم حلاله یا حرامه. ولی من نمیتونم اینطوری به عموم بگم همه وام ها مثلا حلال باشه یا حرام باشه. من نمونه براتون عرض میکنم. برخی از کسب و کارها هست که اصلا کمک میکنه دولت به اینها. حالا در قدیم اینطوری بود، الان نمیدونم چنین چیزی همچنان ادامه داره یا نه. شما یک فرض کن یک کارخانه رو میخوای راه اندازی کنی، یک کارگاهی رو میخوای راه اندازی کنی، از طریق بانک یک این دستگاه هایی که میخواید رو و این کارخانه رو که میخواید یا این کارگاه رو برات راه اندازی میکنن. کارشناس میفرستن، کارشناسی کنه، این قد هزینه داره، هزینه رو میدن، شما فاکتور این وسایل تو که خریدی، این هزینه هایی که کردی رو به بانک میدی، و این بانک پولی از شما نمیگیره، پس نمیگیره تا زمانی که این کارخانه شما به راه اندازی شد یا این کارگاهتون شروع کرد به کار. شروع کردید به کار، چند ماه بعد اون یا یک سال بعد اون وقت میاد سراغ شما و اون قراردادی رو که به شما داده بود رو تغییر میده، یک قرارداد جدید شروع میشه و اون همینه که دیگه به قسطی بیع به تقسیط میشه، به تقسیط و اجاره منتهی الی تملیک میشه و در نهایت میشه ملک خودتون. اگه شما پایبند باشید در این مسئله، اگه به این درستی و به این دقیقی پیش بره، ربایی توش نمیاد، ولی به شرطی که از اول شما صادق باشید، از اول رشوه ندی، از اول به دروغ کارشناسی نشه و واقعا شما قصدتون این باشه این کار رو راه اندازی کنید و به همون اندازه ای که هزینه از همون اندازه رو به بانک بدید، فاکتور رو دروغی ندید. وقتی اگه دو طرف همه صادق باشن و دقیقا اونطوری صورت بگیره، شما کارتون رو درست برنامه ریزی کرده باشید، اون وقت ربایی وارد معاملاتون نمیشه. ولی اگر هر جا تخطی کردی و وامهات رو سر وقت پرداخت نکردی، قسطا رو، بانک دیگه وارد ربا میشه، اون معامله رو برای شما عوض میکنه، اون وقت سود بالا ازتون میگیره که ربا هست، سود دیر کرده ازتون میگیره که ربا هست. و اینه که لذا شما اگه بخواید جواب دقیقی از بنده دریافت کنید، باید حتما به اون شیوهی که عرض کردم به اون تفصیل به من بگید که نوع وامتون چی هست، چگونه با بانک تعامل میکنید، اسمش چی هست، شرایطش چطوریه، اون وقت بنده مطالعه میکنم اون رو و بهت میگم که از لحاظ شرعی ایراد داره یا نه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، همه شما از زانو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.